ابتدا سوره فرقان وقتی که صحبت از نزول قرآن می شود و خدا میشه و بعد میاد دیگه میگه برای خدا شریک شریکانی قرار دادن و اتخذوا من دونه الهه میفرمان که لا یخلقون شیئا و هم یخلقون نمی آفرینند اما آفریده شده هستند خب این خدایان که آلبوت هایی که یا مجسمه هایی که عکساشون قرار داده بودن که نمی گفتن که اینها این بوت ها این سنگ ها خدایان ما هستند بلکه اینها نماد انسان های صالحی بوده که معتقد بودند که در درگاه خدا مقرب هستند از اینها کمک میخواستند پس اینجا خیلی آیه دقت کنید اگه آیه بار دیگه ببینیم مسالیک مطرح میکنه دقت کنید فرمان که واتخذوا من دونه الهه لا يخلقون شيئا وهم يخلقون ولا يملكون لانفسهم نفعا ضرا ولا نفعا دو تا قضیه ولا يملكون موتا ولا حياتا ولا نشورا این خدایان میگه شما نگاه کنید که چه صفاتی دارن آیا خالق هستند آیا نفع و ضرر به دستشون هست آیا مرگ و زندگی به دستشون هست میتونن بار دیگه انسان ها را زنده کنن افلا تذکرون واقعا اینجا این آیه که در سوره نحل میفرون که افلا تذکرون همین دیگه که چرا شما یاد نمیار چرا فکر نمی کنین در این قضیه که اینها که خالق چیزی نیستن همونطور که در سوره حج می خونیم که اگر همه اینها با هم جمع بشوند والذین تدعون من دون الله لن یخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وان يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوا نمیتونن حتی یه مگسی بیافرینند یعنی تمام این خدایانی که شما معتقد هستید معتقد هستید که حالا در درگاه خدا مقرب هستند یا بر آنها اعتقاد دارید که ولایت تکوینی دارن شما این اعتقادی دارید باره. که میتونن در جهان تصرف داشته باشن خدا میفرمان که اینها حتی یک مگس نمیتونن بیافرینند تمام این خدایان قرآن میفرمان که همشون با هم جمع بشن تمام این خدایان در طول تاریخ بشری تا قیامت هم تا قبل از قیامت همه اینها جمع بشن که بتونن یک مگسی یک پشه ای را بیافرینن نمیتونند. این من دون الله چه نبی باشد چه فرشته باشد چه انسان صالحی باشد چه کسی که در مورد اعتقاد امامت دارن و اونو امام از نزد خدا میدونن شه... شهید باشد صالح باشد هر کی باشد صدیق باشد و اعتقاد دارید که اینها میتونن فریادرس شما باشند خداوند میفرمایند که همه اینها جمع بشن نمیتونن یک مگسی درست بیافرینند پس کسی که نمیتونه یک مگسی بیافریند چطور او را میپرستید چطور از او کمک میخواهید